سلام بینده های عزیز، امید است جور و صحتمند باشین. با اولین برنامه ناگفته های شهر با مجز اکبریان از تلویزیون بامیان خوش آمدین. امید است جور و صحتمند باشین. ما امروز خواستیم اولین برنامه خود از کوچه قصابی شروع کنیم و ببینیم وضعیت بازار گوشت در بامیان چه قسم است. حالا میریم به کوچه های قصابی بامیان. امید است تا آخر ما را همراهی نمایید و تنها نمانید. عزیز، قسمی که گفتیم در یک از قصابه های بامیان سر میزنیم، ببینیم که بازار گوشت در بامیان چه قسم است. شاید کلگی خبر باشه که گوشت بامیان از مزه خاص برخوردار است، چون که امین مواشی گاو و گوسفندش از علف های طبیعی بگویم استفاده میکنه، به خاطر که از در این موسم خصوصا علفزارها بسیار خوب است، زیاد هست، گوها هم از علف های تازه استفاده میکنه، به مو خاطر گوشتش هم بسیار مزدار است. قسم میبینین گوها هم از علف تازه استفاده میکنه، از شبتل استفاده میکنه. دیگه حالا ببینیم، بریم در یک از کوچه های قصابی ببینیم که از چه قسم گوشت استفاده میکنه. بینده های عزیز، حال در کوچه قصابی بامیان آمدیم. بریم امروز یکی از قصابای بامیان از نزدیک صحبت کنیم تا ببینیم وضعیت گوشت در بامیان چه قسم است. امروز مرا به عنوان شاگرد در اینجا گرفت. بس چند ماش میدیم مرا؟ تو رایی روز 300 میتونم. روز 300؟ هر روز که بیم 300 میدید دیگه اینجا؟ هر روز 300. از صبح که تا دیگره 300. هر شاگرد که بیم 300 یا نه؟ در دخترها استثناء قرار داره؟ تنها دخترها؟ 300 است، بچه ها 200. خیمه امروز از امروز دیگه شروع میکنم کار خوره. صحیح؟ خواه صحیح. مشتری کمت مسعودا میکنم خیلی. خوب است. سلام علیکم. علیکم السلام. سلام علیکم. خوب هستین؟ سلامت. شکر. گوشت چند کیلوش؟ من شوگر نمستم. گوشت مال کیلو 300. این حال تو بگو از کدام شو میخری؟ از گاو چند؟ گاو 350. 250 هست. سرخی؟ سرخی 350. آره. جگر هم داشتید؟ جگر هم هست. جگر هم داری؟ چند هست؟ جگر 280. دو کیلو گوشت مال. چرا گاو نمیخوری؟ گاو الان نه، چی مال خوبه. خوبه تو اینجا احساس چه کس کدام شی میگیری؟ من امروز شاگرد شدم، خود روز اول میام. خب دیگه اینال تو خود خوش کنم، هر رقم خود خوش کنم. مور خیمه اینی میره سایه اینی میره همین؟ ما امروز روز اول مایه خواه؟ باز ریزه رو صاحب کار ما میکنه؟ خواه. آره. خاینال تو مرا سی و نیم ست؟ خواه اینه دیگه صاحب کار ما. اولین روز ما بود دیگه دره او کده 400 روپه ما گیریده. یک از مشتری های ما مونه گوشتی چرخ شدگی یا کوفته ای رو چی میگه؟ کوفته. گوشت کوفته میخره. دیگه اولین روز ما هست دیگه، آدم که کار نکرده باشه پیازم ریزه ریزه میکنه، بخی چمای ما اومره. آدم که کار نکرده این رقمیه دیگه. یک کیلو گوشت، ده یک کیلو گوشت، نیم کیلو پیاز دیگه. مواد چیه؟ گشنیز. موادش گشنیز، مرج تازه، نعنا، سیر، موادایی که گوشت کوفته جور میشه.
کسایی که گوشت کوفته در خانه خود جور میکنین موادش را من خوب شد فهمید. گوشتش باید چی رقم باشه؟ سرخی کلن؟ کلن سرخی. اینا بیننده های عزیز کلگش گوشت سرخی است بدون استغان. نگه پیازش هم نیم کلو، گوشتم یک کلو. سیر باز چند دانه؟ سیر باز باشه. سیر سه دانه یا چهار دانه نظر در مشتری که سیر میخره؟ مثلا کم پاتم نظر خود مشتری. شما میخرین را؟ ایره ما خریدیم ماشین فقط ماشین شما داشتیم. خب، امشب حتما میمان دارین دیگه. آره نمیشه که ما را میمان کنین؟ کلگی را؟ هیچ مشکل نیست. خانه تان کجاست بود؟ سراسیاب. سراسیاب دیگه. روز اول ما خدا کنیم نیست خدا اول نکنم. یازی شیرم پاکت کن. خب، یا ما یازی این دارم چکنیم این شب قایم کنم؟ خب خب، ایرم باش ممسته کنم. اول پیسی شو بیدیم بعد از اگر نشدید به خانه شما رو دیگه آدرش رو بلدم دیگه میگم باز بشیم. اینه نامه که از دختر شما چی بود؟ آسینات. آسینات. آسینات است آسینات. خب تشکر سلامت باشید. بخیر باشید. خدا حافظ آسینات. خدا حافظ. بای بای. بای بای. بای بای. مدت 3 سال میشه. گوشت فروشی اون وقت دوام میکنه دیگه ما فعلا نرخش هست 180 هم هست 190 هم هست زندهش هست 150 140 این مرغ هست دیگه مرغ وطنی هست. خب این مرغ رو شما از کجا میخرین؟ یعنی با یک نفر قرارداد دارین یا از کدام فارم مرغداری مشخص میخرین؟ چند میخرین روزانه؟ چند مرغ میخرین یا در هفته چند مرغ میخرین شما در اینجا خودتان؟ فعلا نمی مقدار است خدا نمسته فارم مقدار امید بامیان در امید بامیان رگشاد پایین است رگشاد پایین از اینجا خدا تولید میکنیم اینجا فروش میکنیم. خب بسیار خب روزانه چقدر فروش دارین؟ روزانه متعدد دانه 100 دانه یا 900 دانه. نظر در مال است. بعض وقت مال زیاد میشه فرایمون میشه کیلوی 2.5 ساعت دیگه نرخنامه دولت فعلا است 300 گوشتی گاو 280 گوشتی 300 گوشتی مال است 280 گوشتی گاو که دیگه ما نمیتونیم از این بلند و پایین بفروشیم که اون نرخنامه دولت است و ما باید طبق ما عمل کنیم. نسبت در سالهای گذشته امسال گوشت یا قیمتش هم ثابت است؟ نه نسبت پارسال خیلی ارزان بود مال به خاطر سمت شمال به نظرم خشکسالی بود مال زیادتر بامیان آمده بود خیلی گوشت ارزان بود ولی امسال خیلی بلند است به خاطر چیزی مال بامیان که است کلان کابل میره ولی فایده دکان که است نقص هم داره فایده هم داره بعضی وقتی میخریم میگیم اینی گاو شاید 20 سربه میخریم 40000 وقتی که کیلوی 300 بفروشیم 2000 3000 فایده میکنه ولی بعضی وقت است که دیگه ما رو میگیریم میگیم 20 سربه و 18 سربه تاون میکنه دیگه کار است دیگه نقص فایده داره تو نیست ما از دولت اینی میخواسته داریم کوچه ما است خامه ولی دایی کوچه هر موتری که من قدر صورت میگیرم که همین چیزی گوشتی که ما داریم زیر خاک میشن دیگه کوچه خامه است دکانای کوچه قصابی هم از کسایی که است جور نمیکنه در بازسازیش وقتی که ما رو میگه جور کن ما که صاحب دکان رو میگن دکان ما باید خوبتر باشه جور شون اونا قبول نمیکنن کوچه ما خامه است او نداریم و زمانی که بیلا رو میمونه شاروالی
بیلر پیش دکان ماماندگی است. حتی یک هفته در روز نمیبره. وقتی که او را نبره ما مجبورم بیلر را کت کلگش ببریم از اینجا انتقال بیتیم. بخاطر این گوشت چیزی است که از یک روز زیاد دوام نمیاره. وقتی که یک روز داخل بیلر بانه بوی میگیره. تمام کوچه را امال هم کوچه ما شاید بوی بیره. خب بینده های عزیز قسم که دیدین ما امروز 330 روپه هم کار کردیم. همچنان گوشت ریزه کردنش رو یاد گرفتم، قیمتاش رو یاد گرفتم و همچنان ماشین کردن گوشت هم یاد گرفتم که گفته موادش نعنا، گشنی، سیر ده یک کلو، ده یک کلو گوشت، نیم کلو پیاز هم انداخته میشه دیگه. و چیزاشم کلان از کلگیش مهمتر ای که ما ده یک روز 330 روپه هم کار کردیم دیگه. بینده های عزیز امید است که از برنامه ما خوشتون آمده باشه و تا برنامه دیگر با یک از ناگفته های شهر که با مجز اکبریان از تلویزیون بامیان شما را به علای پاک و بنیاز میسپارم. خدا کنه که از برنامه ما خوشتان آمده باشه. خدا حافظ و ناصرتان.